سلام به همگی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه بیت کوین 38200 دلار آیا 33000 دلار کف قیمتی بیت کوین بود نظر شما چی هست در کامنت بنویسین اما این ویدیو تو و تحت هیچ عنوان از دست ندین این ویدیو تو فقط تا انتها با من همراه باشین چون این ویدیو تو میخوام یک آپدیت مهم از مارکت از NFT و بعضی آلکن ها رو براتون بدیم از جمله پالیگان ماتیک خبر جالب از سولانا از پولکادوت از شیبا و آلکن بیشتر و همچنین دلیل اینکه چرا مارکت یک مقدار پس دوباره بهتر شد قبل از شروع ویدیو لازم نیست یادآوری کنم که بریم پایین روی دکمه لایک کلیک کنین با لایک هایتان کانال حمایت کنین جدیدین در کانال کانال هم سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش روی آل قرار بدین ویدیو های جدید از دست ندین وقتی بیت کوین رفت پایین تا 33 هزار دلار شما اونجا کدام خریدی کردین یا نه اگر خرید کردین چیا خرید کردین اگر دوست دارین در کامنت برام بنویسین کنجکاو هستم بدانم که شما در وضعیت فعلی مارکت کدام آلت کوین ها را خرید کردین یا در حال حاضر خرید مونین بیت کوین 38174 دلار 3.5 درصد افزایش قیمت در 24 ساعت گذشته اتریوم 2632 دلار 7.5 درصد افزایش قیمت در 24 ساعت گذشته خبر جالب از سولانا برتان دارم سولانا 100 دلار خبر جالب از پولکادوت براتون دارم پولکادوت 19 دلار خبر جالب از پالیگان ماتیک پالیگان 1 دلار رو 69 سنت شیبا و بعضی آلت های بیشتر و خبرای بیشتر از مارکت بیت کوین در همین چند وقت گذشته از نگاه پرایس اکشن، از نگاه قیمتی شرایط خیلی خوب نداشته اما فاندامنتالی دیگه شما میبینید که مارکت الان در یک سطح واقعا بالا هسته و همچنین تکنیکالی سختی ماین کردن کوین های بیت کوین الان در یک ای جدید هست در یک سطح جدید هست 9.3 درصد افزایش به این معنی که ماینر های بیت کوین در همین قیمت های حال حاضر هیچ تمایلی برای فروش نداره اونا علاقه بیشتر برای هولد بیت کوین دارم دیگه این یک چیزایی هست که شما به عنوان یک شخص سرمایه گذار باید مد نظر داشته باشید به خصوص در وضعیت فعلی مارکت که بعضی یک مقدار نگران میشه و بعد شما توجه کنین به این خبر مالک یوتیوب به تازگی در یک نامه برای مهندسان برای کارکران خود بیان کرده که مالک یوتیوب الان علاقه من به دنیای ویب تری هسته به دنیای ارزهای دیجیتال هسته اونا در فکر ازی هسته که ارائه معاملات NFT را برای کاربران خود رو یوتیوب بده جایی که ما بتوانیم NFT معامله کنیم دقیقا مثل دیگه مرکز معاملات NFT در حال حاضر روی روی بستر بلاکچین اگر یوتیوب این کار انجام بده شما میرین اونجا کدام NFT رو معامله مونین یا نه درسته یه خبر خیلی خوب خبر بزرگ برای مارکت های دیجیتال برای شاخه NFT هستن اما ما نمیخوایم که کلا یعنی معاملات یا کار روی بستر بلاکچین متمرکز باشه اگر ما بریم NFT روی یوتیوب معامله کنیم خب اون وقتی یوتیوب یک پلتفرم یک کمپانی متمرکز است که توسط یک شخصی مدیریت میشه استفادهش معاملاتش محدود هست شاید هر کسی از هر جای دنیا نتوانه NFT روی یوتیوب معامله کنه اما روی اوپنسیا ما از هر گوشه و مکان دنیا میتونیم دسترسی بهش داشته باشیم نظر شما در این باره چی آیا چنین خبرهایی واقعا خوبه برای این صنعت یا نه مثلا کاری را که الان فیسبوک داره انجام میده همه پروگرام ها برنامه را که برای متاورس دارن خیلی ها ما دوست نداریم که فرض مثال ش... کدام کار یا فعالیت روی بستر یا تکنولوژی بلاکچین متمرکز باشه توسط یک شخص مدیریت بشه و بعدش یکی از رئیسان رئیس بازی های گیم بازی های یوتیوب نامشم هم امینجا هست آقای ریان وایت که حدودا 8 سال برای یوتیوب کار کرده رئیسی گیم رئیسی بازی یوتیوب هسته با تازگی اعلان کرده که میخوای به زودی شغل را که روی گوگل داره ترک بیده ولش کنه و میخوای در ماه مارچ امسال شغل خود را اونجا در یوتیوب ول کنه و بیای رئیسی استودیوی پالیگان ماتیک بشه در شاخه گیمینگ نا این میتونه خبر خیلی خوب برای پالیگان ماتیک باشه خب همیالا پالیگان ماتیک مهندسان خیلی خوب دارن ولی بازم یک شخصی که مدت 8 سال رئیس گیمینگ رئیس بازی یوتیوب بده بیایه رئیس رئیس استودیوی پالیگان ماتیک بشه میتونه نو یا رونق بهتر به کار پالیگان ماتیک بده بعدش اینی و تازگی یک خبر لو رفته هسته و احتمالش خیلی زیاد است اگر این اتفاق بیفته تاثیر تاثیر بسزای تاثیر خیلی زیاد روی سولانا داره و همچنین تاثیر خیلی خوب و تاثیر خیلی بزرگ روی کلا همین شاخه ان داره شما میدانید که الان اوپن بزرگترین مرکز معاملات ان اف تی یک مقدار بیشتر در ماش برتون توضیح بدیم تا شما قشنگ هدف ما درست متوجه بشین بیشترین NFT حالا روی اوپنسیا هست و ما اونجا فقط با ارز ایتریوم میتوانیم NFT های روی اوپنسیا را رو معامله کنیم بعد شما میدانیم که کندی کندی کار شبکه ایتریوم و دستمزدش واقعا یعنی زیاد اقتصادی نیست شما اگر به 100 دلار هم اونجا ایتریوم خرید کنین حداقل 70-80-90 دلار شما باید دستمزد پرداخت کنین در واقع اینی عکس لو رفته هسته که نشان میده که اوپنسیا در حال کار کردن از این هسته که سولانا را بیاره روی اوپنسیا و همه فانتوم والت فانتوم والت والت معاملات NFT و والت غیر متمرکز سولانا را بیاره روی اوپنسیا به این معنی که اگر این حقیقت داشته باشه و واقعا اوپنسی های کار انجام بده به زودی ما میتوانیم انفتی ای روی اوپنسی با ارز سولانا خب این تاثیری خیلی زیاد روی ارز سولانا داره و بعدش دستمزد پایین تاثیر بزرگ روی شاخه NFT داره اگر این صورت بگیره واقعا خبر خیلی خوب است من واقعا چین خبرهای را دوست دارم چون NFT تازه شروع شده و بزرگترین NFT ها روی اوپنسی ها هستند دستمزد هنوز اقتصادی نیست در چی وقت ایتریوم دو میای بیرون هنوز دقیق مشخص نیست بعد یا بعضی رود مپایی رو که ویتالیک بوترین داده از زیاد مورد پسند همه نبوده از که از دلیل هایی که چند وقت گذشته ایتریوم هم خیلی زیاد افت کرد ایتریوم خیلی افت کرد با اینکه ایتریوم بعد از بیت کوین هسته ایتریوم بیشتر از بیت کوین افت کرد در همین ریزش مارکت اینکه همین رودمپ جدید که ویتالیک بوترین دادن این مقدار علاقمندان ایتریوم رو ناامید کردن چون خیلی از علاقمندان سرمایه‌گذاران ایتریوم به امید است که به زودی امسال ایتریوم دو میایه بیرون پس این رودمپ جدید ایتریوم طور نشان میده که نه هنوز ایتریوم کارهای خیلی زیاد داره باید انجام بده و ایره ما دیشب در توییتر دیدم یکی از کسانی که ما در توییتر فالو مونم ایره کرده بود اینی یک کدام منبع خبری ورزشی اسپانیایی هسته، اگر ما درست حس بزنم زبانش من منم اسپانیایی هست اگر من روی از جای که نشته ترانسلیت روی از کلیک کنم دیدم که بارسلونا در حال کار کردن یا یک اسپانسر احتمالی یک از این چهار تا برند با بارسلونا در روزهای آینده هستن این چهار تا یکیش اسپاتیفای دیگهش تی... تین سنت هسته. و بعدش ویگان نیشن هسته و یک دانش پول یعنی به زودی یک دانی از اینا اسپانسر باشگاه فوتبال بارسلونا خواهد شد شما احتمال کدام از اینا رو بیشتر می‌بینید نظرتان در کامنت بنویسین اگر پول انتخاب بشه نظر شخصی پتانسیل پول بیشتره سپاتیفای یک کمپانی غیر متمرکز یک کمپانی متمرکز داره جایگزین های بهتر برش پیدا میشه تی سنت هم زیاد نمیشناسم ویگان نیشن پول کادوت من احتمال زیاد میبینم شما نظرتان چیه در کامنت بنویسین اگری صورت بگیره میتونه خبری خیلی جالب برای پول باشه از این شاید ای خبر شاید بعد شما با خبر باشین من کمیر به تعویق دارم برتان به اشتراک میگذارم که به زودی متاورس شیبا قرار بیایه بیرون و یکی از دلیل که چرا بعدی های مقدار نهنگ شیبا نهنگ های تیریم داره شیبا بیشتر خرید موند و به تازگی در اکتیویتی هم شیبا گفتن که در روزهای آینده اینا نام همین متاورس شیبا رو اعلان خواهد کرد که نامش چی هست و اینا هم گفتن که ما خیلی خوشحال هستیم که بعدش بتانیم نام, نامی متاورس شیبا را به طور عمومی برای شما به اشتراک بگذاریم بعدش دیشب صندوق صندوق پولی بین دنیا از کشور السلوادور IMF IMF صندوق پولی بین دنیا از کشور السلوادور خواسته که بیت کوین به عنوان لیگال تندر برداره حذف کنه دلیلش این که گفتن که این میتونه باعث بی ثباتی همبستگی اقتص... هم اقتصاد دنیا بشه و همچنین این کار باید انجام بدن و برای حمایت, حمایت کردن استفاده کننده و دیگر ریسکا نظر شما در این باره چی اگر اگر السالوادور یعنی بیت کوین بردار به عنوان لیگال تندر زیاد خبر جالب شاید نباشه برای مارکت ولی من فکر نمونم که السالوادور کار انجام بده بهترین جوابی را که رئیس یا رئیس جمهور السالوادور میتونه برای رسید بیت کوین بیشتر خرید کنه نظر شما چیه در کامنت بنویسین و این چند وقت گذشته که مارکت داشت بیشتر خراب میشد خب سناریه های مختلف وجود داشت فدرال رزرو آمریکا امشب یک جلسه خیلی مهم هم داره احتمال لوت در ساعت اونا اعلان خواهد کرد که چقدر میخواه نرخ برن افزایش بده چیزی که یک مقدار ترس بین سرمایه پخش کرده بود و الانم هم من میزنم اکثریت سرمایه گذاران هم همی پیشبینی رو داره که اونا اونقدر که مردم داشت میکرد نرخ بهره افزایش بده و آقای جروم پاول واقعا شخص نیست که مخالف دنیای ارزهای دیجیتال باشه دیگه ببینیم نتیجه امشب چی میای بیرون ولی سخنان امشب تاثیر مستقیم روی مارکت داره سخنان مثبت باشه کندلا در جا میتونه سبز بشه سخنان منفی باشه کندلا در میتونه منفی باشه منتظر بمانیم نتیجه چی میای بیرون و یکی از دلایل دیگه هم که مقدار تاثیر گذاشت روی همین روند نزولی مارکت اینکه شاید بود که کشور روسی هم میخواد همین استخراج و معاملات بیت کوین را منو ممنوع کنه البته ایر هفته ای گذشته بانک مرکزی روسیه اعلان کرده بود که اونا در چنین فکری هستن اما به تازگی رئیس دارایی رئیس آره رئیس دارایی رئیس دارایی روسیه گفتن که نه ما یک قانون مثلا قانونگذاری نیاز است برای ارزهای دیجیتال اما ممنوعیت نه یعنی بند کردن در فکر یا پلان ما نیسته اینی بود از ویدیو امروز دوستان از آن حتما مردن استگرام هم فالو کنید نام استگرام در نام یوتیوب مشتبه کاپیتال هستن لایک کامنت فراموش نشه تا ویدیوی بعد خدا نگهدار